این روزها تنها یک چیز کم شده است، مادرم. اینجا دیگر کم می آورم. بغض مثل یک قدیگ سرطانی تمام گلویم را می گیرد. پای لپتاپ نشسته بودم، چه چیزی می دیدم و لبخند می زدم نمی دانم. اما بعد انگار خودم را دیدم که چطور لبخند می زدم. زمان کش آمد، چند ثانیه شد نمی دانم. انگار یک موج بزرگ را بالای سرم دیدم. باید داد می زدم و فرار می کردم. مرگ یک موج بزرگ است که آدمها را با خودش می برد. مرگ بیرحمانه ترین قسمت این دنیاست. خیلی بیرحم، خیلی بیرحم. گریه نکردم، نه نه نه. واکنش من اسمش گریه نبود، التماس بود. می خواستم از یک کسی یا از چیزی که به سمت من در حال حمله هست، از همان موج بزرگ خواهش کنم که به من کاری نداشته باشد. بعد فرار کردم از خودم و از شنیدن خبر. فرار کردم، راه رفتم. چند ثانیه سکوت میکردم و دوباره داد میزدم. مادرم مرده بود. حالا بهتر میفهمم که مادرم مرده است. وقتی نوجوان بودم گاهی شبها از خواب میپریدم و سرم را روی سینه مادرم میگذاشتم تا صدای تپیدن قلبش را بشنوم. کابوس نبودنش آنقدر وحشتناک بود که میتوانست خواب سنگین مرا آشفته کند. بعدها هرچه بزرگتر شدم از او دورتر شدم. از 18 سالگی دیگر کنارش نخوابیدم. دیگر محبتهایش برایم سنگین شده بود. خواست دوست داشته شدن در من تغییر کرده بود. من میخواستم کسی را دوست داشته باشم و کسی مرا دوست داشته باشد که با من با تمام وجودش بخوابد. فهم من از زن مرا از مادرم دور کرد. مادر مادر بود، زن نبود. و بعدها هرچی بیشتر در زنها غرق شدم، بیشتر در جستجوی مادرم در آنها بودم و نمیافتم. خب آقای شاهین نجفی، دیگر راضی شده ای؟ نگرانیت بابت چیست؟ تنها کسی که میتوانست آنقدر موجب نگرانیت بشود که شبها خوابت را آشفته کند دیگر زنده نیست. حالا میتوانی چهار نعل بتازی. به عقب نگاه نکن، همه چیز تمام شد. از این به بعد داستانت شکل دیگری به خودش میگیرد. احتمالاً ازدواج میکنی و بعد بچه دار میشوی و بخش های وسیع از زندگیت با خاطره موجوداتی دیگر شکل میگیرد. بخشی از زندگیت با نگرانی هایت درباره کسی که تو را به وجود آورده بود سپری شد و بعدها نگرانیت مختص کسانی میشود که تو آنها را به وجود میآوری. و سالها میگذرد و احتمالاً باید قلبت برای کسانی دیگر بتپد و برای کسانی دیگر عشق بریزی. زندگی این گونه است، بیرحم و سخت، و تو باید مثل احمقها به اطرافت نگاه کنی و با چیزهای اغلب مهم و مزخرف زمان را بکشی و پیش بروی. کار کنی و پول پسنداز کنی و سفر بروی و ماشینت را عوض کنی و حواست به آنها که تو را می پایند باشد و بعد در چشمهایشان لبخند بزنی و شبها گاهی از خشم بسوزی که چرا در فلان دیدار حالان مردک را جا نیاوردی و یا حتی با مشت دماغش را نشکستی. پیرتر که می شوی محافظه کارتر می شوی و شخصیت لهجه دار و شهرستانیت را اتو می کشی و صاف و تربیت شده نظام مسلط بر اجتماع را می پذیری و نقش یک سلبریتی کوک شده را بازی خواهی کرد. هنوز به یاد داری آن استاد دانشگاه متفرعن قصه را که از زور ناتوانی در سکس آن اواخر انگشتش نقش دولش را بازی میکرد. اما دیکتاتور قصه یوسا از یک مرحلهی به آن طرف نقش آدمی بیشتر تزئینی و دکوریست، شبیه شرمگاه استاد دانشگاه یا دیکتاتور، نمادین و بیخاصیت. زنت به جاهایی میرود که دو دوست نداری و تو از چیزهایی با او حرف میزنی که برای او خسته کننده است. پس از مدتی جذابیت‌های سکسی خیش را برای هم از دست میدهید و در خلوت هر کدام با کسی دیگر مشغول میشوید و دوباره گاهی یکدیگر را میبوسید و از دوست داشتن حرف میزنید. احتمالاً از هم جدا میشوید، دوستانه یا با دعوا، چه فرق میکند؟ دوباره تنها میشوی، تنها میخوابی، تنها غذا میخوری و تنها میمیری. زندگی چیزی نیست جز روایت دویدنهای مداوم و شادیهای کوتاه و غمهای عمیق و البته مرگ.